به نام خداوند بخشنده مهربان. ماه مبارک رمضان ماه سخاوتمندی و کرامت و پیروزی است. ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار همه جهانیان است، همان خدایی که در قرآن کریم خود چنین می‌فرماید: الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمه: کسانی که اموال خود را در شب و روز پنهان و آشکار انفاق می کنند، مزد آنها نزد پروردگارشان برایشان محفوظ است و نه ترسی بر آنها است و نه ایشان اندوهگین می شوند. و گواهی می دهم بر این که نیست معبودی بر حق جز الله یکتا و بی همتا. و گواهی می دهم بر این که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است، همان پیامبری که در حدیث می فرماید: در هر روزی که انسان صبح می کند، در آن روز دو فرشته فرود می آید و یکی آنها می گوید باری خدایا برای خرج و خیرات کننده عوض آن را بده، و دوامی آن می گوید باری خدایا مال انسان بخیل را تلف کن. اللهم صل و سلم و بارک علیه و علی آله و صحبه و من تبعهم به احسان الی یوم الدین. اما بعد، در حقیقت دین اسلام دین ارزش‌ها و الگو و اخلاق نیک می باشد و برخی از این اخلاق نیکی که دین حنیف ما با آن دستور می دهد و بر آن تشویق می کند، اخلاق عطا و بخشش است، چون این اخلاق اخلاق برگزیده پیامبران و صفات نیک نیکوکاران می باشد و با این اخلاق محبت و دوستی و برادری میان مردم حاکم می شود. پس با چون این اخلاق مجتمع قوی و همبسته به وجود می آید و این مجتمع بر همبستگی ملی و بخشش استوار می باشد و بر آن اخلاص و وفاداری حاکمیت می کند و در نتیجه مفهوم فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم متحقق می گردد. مثال و نمونه مسلمانان در محبت و مهربانی و عطوفتشان مانند یک جسم می باشد. هرگاه یک عضو این جسد به درد آید، همه جسد را تب و درد می گیرد. و کرم و بخشش یکی از صفات خداوند متعال و یکی از اسماء حسنا می باشد. پس خداوند سخاوتمند و کریمی است که هیچگاه دروازه‌اش بسته نمی شود و هیچگاه عطا و بخشش او به پایان نمی رسد و وسائل را خالی بر نمی گرداند و امیدوار را مایوس نمی سازد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: براستی خداوند کریم است، کرم و بخشش را دوست می دارد، سخاوتمند است، سخاوتمندی را دوست می دارد. و در حدیث قدسی می فرماید: ای بندگانم، همه شما گمراه هستید مگر کسی که من او را هدایت کنم، پس از من هدایت بخواهید تا شما را هدایت کنم. ای بندگان من، هم شما گرسنه هستید مگر کسی را که من غذا دهم، پس از من غذا بخواهید تا شما را غذا بدهم. ای بندگانم، همه شما برهنه هستید مگر کسی که من او را لباس دهم، پس از من لباس بخواهید تا به شما لباس بدهم. ای بندگانم، همانا شما در شب و روز اشتباه میکنید و من همه گناهان را میبخشم، پس از من طلب مغفرت کنید تا شما را ببخشم. ای بندگانم، اگر اول و آخر و انس و جن شما در یک سطح استاد شوید و از من بخواهید، پس خواهش هر کدام شما را می پردازم. آنچه که نزد من از با این پرداخت کم نمی شود، مگر طوری که رشته از آب بحر کم می کند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: دست بلاکیف خداوند مملو است مصرف و نفقه در شب روز آن را کم نمی کند. آیا ندیدید از روزی که آسمان ها و زمین را آفرید، آنچه که نفقه نمود ملک موجودی در دست او را کم نساخت؟ قرآن کریم بیان می‌دارد که عطا و بخشش از اخلاق پیامبران است. خداوند پیرامون غزه ابراهیم علیه السلام چنین می‌فرماید که ترجمه آن زیر می‌باشد: ای پیامبر، آیا خبر مهمانان گرامی ابراهیم به تو رسیده است؟ آنگاه که بر او وارد شدند و گفتند سلام، ابراهیم در جواب گفت سلام و با خود گفت گروهی ناشناس هستید. پس پنهانی به سوی همسرش رفت و گساله بریانی شده برای آنها آورد. سپس عرب آنان نزدیک کرد و گفت آیا نمی خورید؟ و به خاطر کرم و سخاوتمندیش او را پدر دو مهمان لقب داده بود. و خداوند متعال ما را تشویق میکند تا هم دیگر را اکرام و احترام نماییم، تا که اهل کرم و برتری بوده باشیم، طوری که خداوند متعال میفرماید که ترجمه آن زیر میباشد: و کسی از میان شما که
دارای وسعت زندگی هستند نباید سوگند بخورند بران که با خویشاوندان و مستمندان و مهاجران در راه خدا چیزی ندهند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارد که خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده مهربان است. و خداوند جل جلاله در آیات دیگری می فرماید که ترجمه آن این است: مثل کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند، همانند دانه است که هفت خوشه برویان که در هر خوشه 100 دانه باشد و خداوند برای هر کس که بخواهد چند برابر می کند و خدا گشایشگر دانا است. همچنین در آیات دیگری می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد: نیکی این نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنید، بلکه نیکی و نیکوکار کسی است که به خدا و روز قیامت و فرشتگان و کتابهای آسمانی و پیامبران ایمان آورده باشد و مال خود را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و مندگان در راه و گدایان و در راه آزادی بردگان بدهد. در آیات دیگری همچنین می فرماید که ترجمه آن این است: و غذا را با این که نیاز و دوست دارند به مسکین و یتیم و اسیر می بخشند و می گویند ما فقط به خاطر الله به شما غذا می دهم، نه از شما پاداشی می خواهیم و نه سپاسی، همانا ما از پروردگارمان می ترسیم روزی که عبوس و سخت و دشوار است. پس الله آنان را از سختی و شر آن روز نگه داشت و آنها را شادمانی و سرور بخشید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: خرج کن تا خداوند بر تو خرج کند. و ماه مبارک رمضان همیشه ماه بخشش و سخاوتمندی و تضامن اجتماعی می باشد، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم سخاوتمندترین انسان بود و بیشترین سخاوت را در ماه مبارک رمضان انجام می داد. از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که فرمود: رسول الله صلی الله علیه و سلم سخاوتمندترین مرد از مردم بود و بیشترین سخاوت را در ماه مبارک رمضان هنگامی که با حضرت جبریل علیه السلام ملاقات می نمود انجام می داد و در هر شب رمضان با او ملاقات می کرد و قرآن کریم را از او می آموخت. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم سخاوتمندتر بر خیر از باد تن بود. وقت پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ما را در حال بر دادن طعام تشویق نموده است، طوری که می فرماید: ای مردم، سلام را میان تان افشار نماید و به دیگران به قدر توان غذا بدهد و در حالی که مردم خوابند شما نماز ادا نماید به سلامت وارد بهش می شوید. همچنین در همه حالات بر احترام مهمان نیز ترغیب و تشویق نموده است. کسی که به خدا و روز جز ایمان دارد مهمان خود را اکرام و عزت می کند. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان می دارد که طعام دادن به فقرا و احترام کردن مهمان در این ماه مبارک رمضان پاداش بزرگی دارد، طوری که می فرماید: کسی که روزه‌دار را افطاری بدهد مانند پاداش روزه او برایش نوشته می شود، در حالی که از اجر خود روزه‌دار اصلا کم نمی شود. پس این اجر نصیب هر کسی که می شود که روزه دار را افطاری می دهد برابر از این روزه‌دار فقیر باشد یا ثروتمند از نزدیکان و دوستان او باشد یا خیر. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم با واژه روزه‌دار عام ذکر نموده است، پس در ضمن غذا دادن فقرا و برآورده ساختن نیازمندی های آنها در سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم مقصد شرعی دیگری نیز وجود دارد و آن عبارت از تقویت روابط اجتماعی میان مردم در این ماه مبارک رمضان می باشد. این روابط وقت تقویت می شود که آنها بر سر یک سفره با هم جمع شوند، برابر سفره خانواده بوده باشد یا سفره دوستان و خویشاوندان. همچنین مفهوم دانسته شده از حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم شامل اهر آنچه می شود که شخصی انسان روزدار را به صورت واقعی با دعوت نمودن او بر طعام افطاری بدهد یا برایش غذایی آماده کند یا بر او مقداری از مال را صدقه نماید یا برایش هدیه کند تا توسط آن روز خود را افطار نماید. پس هدف از این حدیث دو موضوع است: نخست همبستگی اجتماعی، طوری که نباید در ماه مبارک رمضان میان گرسنه یا محتاج یا محروم وجود داشته باشد; دوم، ایجاد محبت و تقویت روابط اجتماعی میان مردم به صورت عموم و در ماه مبارک رمضان به شکل خاص. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما بهترین نمونه و الگو در بخشش و عطا و سخاوتمندی برای کسب رضای خداوند جل جلاله می باشند، به ویژه در اوقات سختی و مشکلات، تا که همبستگی واقعی و همکاری و صمیمیت متحقق گردد.
پس پیامبر صلی الله علیه و سلم اشعری ها را به هم بستگی و تعاونی که میانشان وجود داشت توصیف نموده، میگوید همانا اشعری ها اگر در جنگ از خود به وزنان بجا گذاشتن یا غذای عیالشان در مدینه کم شد، هر آنچه را که دارند در یک لباس جمع می کنند، سپس آن را میانشان مسای و یا نه تقسیم می نمایند، پس آنها از من و من از آنها هستم. و از حضرت انس پسر مالک رضی الله عنه روایت است که فرمود ابو طلحه در میان انصار اهل مدینه بیشترین مال را داشت و محبوبترین مال نسبت به خودش به ارحا بود و آن در مقابل مسجد قرار داشت و به امر رسول الله به وارد شده از آب شیرین آن می نوشید. انس رضی الله تعالی عنه میگوید هنگامی که این آیت نازل شد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ابو طلحه به سوی پیامبر صلی الله علیه و سلم رفت و فرمود ای رسول خدا، همانا خداوند بر تون این آیت را نازل کرده است لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، و براستی محبوب ترین مال من به ریحا است و آنها را در راه خدا صدقه نمودم، امیدوارم پاداش و ثواب آن برایم در نزد خداوند ذخیره شود، پس ای رسول خدا آن را طوری که خداوند راهنمایی نموده است قرار بدهید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود به به این است مال سودمند، این است مال سودمند، آنچه را که گفتی من شنیدم و به نظر من بهترین است آن را در خدمت نزدیکانت قرار بدهی. ابو طلحه فرمود ای رسول خدا چنین میکنم، پس آن را میان نزدیکان و مزادگان خود تقسیم نمود. پس چقدر ما نیازمند این اخلاق بزرگی هستیم و باید از همه پدیده های بخیلی و خودخواهی دور باده باشیم، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید از امت من نیست کسی که شب را به شکم سیر سپری می کند و همسایه اش گرسنه است در حالی که او حال او را می داند. همچنین میگوید ای فرزند آدم، اگر تو مال اضافه را به مصرف برسانی و به فقرا نفقه کنی بهتر است از اینکه آن را نزد خود حفظ نمایی و تو بر قدر کفاف ملامت کرده نمیشوی، و خیرات و صدقاتی را اول از نزدیکانت آغاز کن و دست بلند صدقه دهنده بهتر از دست پایین صدقه گیرنده است. و در حدیث دیگری می فرماید کسی که توانایی سوار کردن کسی دیگری به سواری بر پشت حیوانش را دارد باید آن را بر آن سوار نماید، و کسی که توشه بیشتر دارد باید اضافی آن را به کسی که توشه ندارد بدهد. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم. ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار همه جهان آن است. درود و سلامتی بر خاتم و پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و بر همه آل و اصحاب او باد. برادران مسلمان، در واقع سخاوتمندی و کرامت به نفس از بزرگترین و بلندترین اشکال سخاوتمندی است، چون آن صفت سخاوتمندان و خصلت خوبان است و آن بلندترین درجه فداکاری و ظریفترین نوع سخاوت است. شاعر میگوید نفس خود را میبخشد هنگامی که بخل مانع آن گردد. بخشش نفس بزرگترین هدف سخاوتمندی می باشد و از بزرگترین اشکال بخشش نفس آن است که سرباز مبارز در حدود کشور می ایستد و از وطن و سرزمین و اهالی و آبروی خود صابرانه دفاع می کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می گوید یک روز مبارزه و مقاومت در راه خدا بهتر از دنیا و متاع دنیا می باشد. و در حدیث دیگری می گوید آتش دوزخ به دو چشم اصابت نمی کند، چشمی که از خوف خدا گریه می کند و چشمی که در راه خدا از سرزمین خدا حراست و حفاظت می کند. افزون بر آن قربانی کردن جان پیروزی دنیا و آخرت را نصیب انسان می سازد. خداوند متعال می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد ای کسانی که ایمان آورده اید صبر کنید و دیگران را به صبر و شکیبایی فراخوانید و مرزها را نگهبانی کنید و از خدا بترسید شاید رستگار شوید. بدون تردید ماه مبارک رمضان ماه موفقیت ها و پیروزی ها است، چون خداوند متعال با وجود اندک بودن شمار مسلمانان و ناقص بودن ابزار و آلاتشان با مقارنه با دشمنشان، ولی آنها را در این ماه مبارک پیروز گردانید، چنانچه خداوند متعال می فرماید که ترجمه آن این است و بیگمان خداوند شما را در جنگ بدر یاری کرد و در حالی که شما ناتوان بودید پس از خدا بترسید باشد که سپاسگزاری نمایید. آنگاه که به مؤمنان می گفتی آیا شما را کافی نیست که پروردگارتان شما را با 30,000 فرشته ای که از آسمان فرو می آیند یاری کند؟ آری اگر صبر کنید و پرهیزگاری نمایید و دشمن با همین جوش و خروش سراغ شما بیاید، پروردگارتان شما را با 5,000 فرشته نشاندار یاری خواهد کرد و خداوند آن را جز مژده برای پیروزی شما قرار نداد تا بدین وسیله دلهای شما بدان آرام و بدان شما آرامش گیرد، وگرنه نصر پیروزی جز از جانب خداوند توانمند حکیم نیست. و در ماه مبارک رمضان در سال 8 هجری مکه مکرمه فتح شد و در این فتح پیامبر صلی الله علیه و سلم پیرامون مکارم اخلاق برترین الگو بود، به ویژه در مورد عفو و بخشش و گذشت و تسامح و مهربانی، طوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم تمام کسان را با هم جمع نمود که او را اذیت نموده بودند و از خانه و کاشا
شانش بیرون کرده بودند و برای کشتنش توطئه نموده بودند. سپس برایشان گفت: چی فکر میکنید من با شما چی خواهم کرد؟ گفتند: حتما با ما خوبی میکنی، چون تو برادر و برادرزاده کریم و خوبی ما هستی. فرمود: بروید، همه شما آزاد هستید. و در ماه مبارک رمضان سال 1397 هجری قمری برابر با ششم ماه اکتبر 1973 میلادی جنگ دهم رمضان، جنگ عزت و کرامت واقع شد، طوری که خداوند متعال ارتش ملی ما را موفق گردانید و شوکت ارتش دشمنی را شکست که فکر میکرد هیچگاه شکست نمیخورد، طوری بر آن ضربه وارد کرد که ثوابش را از دست داد و غرورش آن را زیر پا نمود و همه جهانیان را واداشت تا مصر و ارتش ملی آن را احترام نمایند و شعار سرباز مبارز الله اکبر همراه روزه، شب زندهداری، تلاوت قرآن کریم و دعای صادقانه بود. پس در نتیجه پیروزی آشکار نصیب من گردید و دشمن متجاوز رانده شد. و در این جان فدایی و شهادت را یاد آور می شویم که ارتش ملی مصر عزیز ما در راه آزادی وطن و دفاع از دین و سرزمین و آبرو و حیثیت تقدیم نمودند، چنان شهدایی که سرزمین را با خون پاکشان آبیاری نمودند. و تا هنوز قوات قهرمانی مسلح ما سپر امنیتی قوی برای مصر عزیز ما و امت اسلامی و عربی ما می باشد و تا هنوز افسران با وفای آن در برابر گروه های تروریسم شریر و در جنگ قرار دارند و همیشه و همه روزه در راه دفاع از امنیت و عزت و کرامت وطن قربانی تقدیم می کند و همچون دیگران که زندگی را دوست می دارند، اینها در راه شهادت تلاش دارند و آنها برای تقدیم کردن هر آنچه بارزش است برای قربانی وطن و دفاع خاک آن آمادگی کامل دارند، همچنین آمادگی کامل دارند تا هر دستی را قطع نمایند که بخواهد به امنیت و استقرار مصر بازی نماید. پس این ارتش همیشه در مرور تاریخ سپر و شمشیر بران ملت بودند. تاریخی گواهی این واقع است.